سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. با من فریبا شیرازی همراه باشید در نیم ساعت پیش رو با مهمترین تحولات هفته گذشته کشورمان و سایر نقاط جهان. در این برنامه به بحران یمن می‌پردازیم. نگاهی داریم به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی. از حمایت دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق لوزان خواهیم گفت و مروری داریم به حمایت مجلس شورای اسلامی از این توافق. در پایان نیز بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با نگاهی بر سفر اخیر رجب طیب اردوغان به تهران. با ما همراه باشید. کشور یمن به رغم بی‌ثباتی‌های گاه و بیگاه در آن، این روزها با یکی از حادترین بحران‌های سیاسی و ناآرامی‌های چند دهه اخیر مواجه است. برخی از تحلیلگران آنچه را که در یمن اتفاق می‌افتد، جنگ ایران و عربستان سعودی ارزیابی می‌کنند. با اینکه تهران بارها تاکید کرده که دخالت نظامی در یمن ندارد، با این حال روز چهارشنبه گزارش شد که جمهوری اسلامی دو ناو جنگی به خلیج عدن و تنگه باب المندب فرستاده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده کشورش در بحران یمن تنها تماشاگر نخواهد بود و در کنار متحدان و دوستان خود در منطقه خواهد ایستاد. دولت آمریکا با اشاره به دخالت ایران در یمن به مشارکت لوجستیکی خود در عملیات هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران افزوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی PBS گفته است واشنگتن به خوبی از حمایت‌های ایران از شورشیان در یمن با خبر است. آقای کری با تأکید بر حمایت از متحدان منطقه‌ای ایالات متحده گفته است تهران باید بداند که آمریکا به بی‌ثباتی و عدم امنیت در منطقه و در یک نمای بازتر در مرزهای بین المللی و دیگر کشورها بیتوجه نیست. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی دیروز خود گفت واشنگتن به آنچه در منطقه می‌گذرد اهمیت زیادی می‌دهد. ما می‌دانیم هر هفته چند پرواز به یمن انجام می‌شود و به وضوح تجهیزاتی که از ایران به دست شورشیان حوثی می‌رسد را رصد می‌کنیم. سخنان آقای کری در حالی ابراز شده است که ارتش آمریکا عملیات سوخت رسانی به هواپیماهای حاضر در عملیات علیه حوثی‌ها را آغاز کرده است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تصمیم به نقل از اسکای نیوز، سرهنگ استیو بارن سخنگوی پنتاگون دیروز در گفتگو با خبرنگاران گفت اولین مورد از عملیات سوخت رسانی به هواپیماهای نیروهای مشارکت کننده در عملیات طوفان اراده عصر سه‌شنبه انجام شد. آقای بارن گفته از هواپیماهای سوخت‌رسانی آمریکا هر روز پروازهایی را برای تحویل سوخت به هواپیماهای ائتلاف صورت می‌دهند و این پروازها خارج از فضای هوایی یمن انجام می‌شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، دولت اوباما همواره همراه متحدان و همپیمانانش در منطقه بوده و این موضوع حتی پیش از مذاکرات اتمی نیز جاری بوده است. آقای کری گفته است ما خیلی پیش از مذاکرات اتمی با متحدانمان در منطقه در مورد مقابله با رفتارهای ایران در یمن، عراق، سوریه، لبنان و جاهای دیگر به گفتگو نشستیم و این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت. شیخ عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به مداخله سازمان یافته در یمن متهم کرد و گفت تهران در امور لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان نیز دخالت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شیخ عبدالله بن زاید روز چهارشنبه در نشست خبری خود ضمن اشاره به اینکه کشورهای عرب خلیج فارس می‌توانند روابط نزدیک و عادی با ایران داشته باشند گفت هرگاه که ما تلاش می‌کنیم به ایران نزدیک‌تر شویم این تأثیر بدی در منطقه می‌گذارد. وزیر خارجه امارات متحده عربی انجام هر گونه عملیات زمینی به وسیله عربستان سعودی و متحدانش را به چراغ سبز دولت عبد رب منصور هادی منوط دانست.
صحبت‌های شیخ عبدالله بن زاید در روزی بیان شده است که همتای ایرانی او در سفری به پاکستان خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد. ایران می‌گوید طرحی 4 ماده‌ای برای حل بحران به مقام‌های پاکستانی ارائه داده است. آتش‌بس فوری، آغاز کمک‌های بشردوستانه، گفتگوهای ملی و تشکیل دولت ملی از جمله مفاد طرح ایران برای حل بحران یمن است. شب گذشته سرتاج عزیز وزیر امور خارجه پاکستان در نشست خبری به همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت نظر نمایندگان پارلمان پاکستان این است که مداخله پاکستان در جنگ یمن عاقلانه نخواهد بود و پاکستان نباید در هیچ گونه اقدام تهاجمی علیه یمن مشارکت کند، بلکه باید به حل صلح آمیز این مسئله کمک کند. وی در این حال موضع قبلی دولت پاکستان را در دفاع تمام عیار از عربستان سعودی تکرار کرد و گفت اگر خطری عربستان را تهدید کند، پاکستان قویاً خود را به حمایت و دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عربستان مسئول می داند. این دیپلمات ارشد پاکستان گفت نخست وزیر در جلسه پارلمان اعلام کرده است که دولت اسلام آباد به نتیجه جلسه پارلمان برای بررسی مسئله یمن و توصیه‌های نمایندگان پارلمان احترام خواهد گذاشت. سرتاج عزیز درباره اوضاع جاری در یمن ابراز نگرانی کرد و گفت با طرف ایرانی توافق کردیم تا همکاری بیشتری در زمینه کمک به پایان دادن به جنگ و خونریزی در یمن داشته باشیم و زمینه را برای انجام گفتگوهای جدی برای حل این بحران فراهم کنیم. نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان در جلسه مشترک پارلمانی که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است، در حال بررسی درخواست ریاض از اسلام آباد برای مشارکت در حمله به یمن هستند. اتحادیه اروپا بار دیگر و این بار با استفاده از مبانی حقوقی جدید تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی مقرر کرد. پیش از این یک دادگاه اروپایی تحریم‌ها علیه این بانک و 40 شرکت کشتیرانی را لغو کرده بود. طبق اطلاعیه رسمی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه 19 فروردین منتشر شد، بانک تجارت ایران و 32 شرکت کشتیرانی وابسته به آن بار دیگر مشمول تحریم‌های اروپا شدند و از ادامه تحریم 8 شرکت کشتیرانی دیگر صرف نظر شده است. تحریم‌ها دارای قابلیت اجرایی فوری هستند. این اقدام اتحادیه اروپا یک هفته پس از انجام توافق اتمی در لوزان میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نشان دهنده خاص اروپا برای اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم‌ها تا حصول توافق اتمی نهایی میباشد. دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه 40 شرکت کشتیرانی ایرانی و بانک تجارت ایران را در ماه ژانویه 2015 رفت و استدلال کرده بود مدارک ارائه شده به این دادگاه نمیتواند ارتباط بانک تجارت و برنامه هسته‌ای ایران یا کمک این بانک به دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را تایید کند و به همین خاطر ادامه تحریم‌ها توجیه‌پذیر نیست. پس از لغو این تحریم‌ها اتحادیه اروپا 2 ماه و 10 روز فرصت داشت تا درخواست تجدید نظر ارائه کند یا بر مبنای حقوقی دیگری اعلام تحریم‌ها را ادامه دهد. اتحادیه اروپا از سال 2012 بانک تجارت ایران را به خاطر نقش آن در پیشبرد اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار داد. بر این اساس هر گونه معامله از سوی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با بانک تجارت ایران ممنوع اعلام شده و دارایی‌های این بانک و شرکت‌های وابسته به آن توقیف شد. اتحادیه اروپا با تکیه بر مبانی حقوقی جدید تحریم بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی را تجدید کرده است. روز پنجشنبه 13 فروردین ماه 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در لوزان سوئیس بر سر مواردی با ایران توافق کردند که هدف آن دادن امکان استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی به ایران و مانع شدن از ساخت بمب اتمی توسط این کشور بود. تحریم‌ها علیه ایران تنها پس از توافق اتمی نهایی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 و اجرای مفاد این توافق توسط ایران لغو خواهد شد. مهلت رسیدن به این توافق 30 ژوئن است.
اتحادیه اروپا در استدلال خود برای تجدید تحریم‌ها علیه بانک تجارت ایران می‌گوید که این بانک از دولت ایران به وسیله عرضه منابع و خدمات مالی برای گسترش پروژه‌های گازی و نفتی حمایت قابل توجهی می‌کند. شرکت‌های کشتیرانی به دلیل آن مشمول تحریم‌ها می‌شوند که در مالکیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی هستند که تحریم‌ها پیش از این در مورد آن مقرر شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا پیشتر به وکیل شرکت‌های کشتیرانی اخطار داده بود که قصد دارد بار دیگر این شرکت‌ها را وارد فهرست تحریم‌ها کند. در حالی که جان بن رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید چارچوب توافق شده در مذاکرات لوزان میان ایران و قدرت‌ها تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت خاورمیانه و سایر نقاط جهان است، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از توافق لوزان دفاع کرد و گفت اگر این توافق نهایی شود، تضمین کننده این مسئله است که ایران تا 13 سال زمان گریزی کمتر از یک سال نخواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بار دیگر توافق لوزان را بهترین گزینه شرایط کنونی خواند و توافق با ایران بر سر چارچوب برنامه اقدام مشترک را فرصتی یگانه در زندگی توصیف کرد. فرصتی که با استفاده از آن میتوان از گسترش تسلیحات اتمی در منطقه‌ای خطرناک جلوگیری کرد. آقای اوباما در پاسخ به انتقادها از سیاست‌های خود در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر اطمینان داد که در صورت فریبکاری ایران از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نخواهد کرد. آقای اوباما در گفتگو با توماس فریدمن، روزنامه‌نگار مشهور و ستون‌نویس نشریه نیویورک تایمز، تأکید کرد که گزینه دیپلماتیک و چارچوبی که بر سر آن در لوزان توافق شد، مؤثرترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است. چگونگی نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و همچنین چگونگی لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی از جمله مواردی است که آقای اوباما در گفتگو با نیویورک تایمز به آنها اشاره کرده است. بر این اساس، بازرسان بر تمام زنجیره هسته‌ای ایران نظارت خواهند داشت و کمیته تجهیزات ورودی به ایران را بررسی خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که واردات برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای صورت گرفته است. به گفته ای آقای اوباما، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه جا دسترسی خواهند داشت. البته منظور از همه جا هنوز مشخص نیست. ایران تا کنون بارها اعلام کرده که مجوز بازرسی از تأسیسات نظامی خود را صادر نخواهد کرد. به گفته ای آقای اوباما، ایران میتواند اعتراض کند، اما ما تلاش کردیم سازوکاری طراحی کنیم که بر اساس آن اعتراضهای ایران به معنای حق وتو نباشد، بلکه در واقع نوعی مکانیسم بین المللی مد نظر است که موارد را منصفانه ارزیابی کند. آقای اوباما همچنین لغو تحریم‌ها را مشروط به پایبندی ایران به تعهدات دانست و افزود هنوز جزئیات نهایی نشده، اما معتقدم بر اساس تفاهم اولیه ایران باید در مورد فردو و شمار سانتریفیوژها و غیره گام‌های لازم را بردارد. در آن مرحله تحریم‌های سازمان ملل لغو می‌شوند. وی افزود ایالات متحده توانایی بازگرداندن تحریم‌ها در صورت عهدشکنی را حفظ خواهد کرد و تحریم‌های مربوط به حمایت ایران از تروریسم یا برنامه موشکی جمهوری اسلامی به قوت خود باقی خواهد ماند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های کاخ سفید نوشت ایران به احتمال ظرف چند ماه تا یک سال پس از توافق نهایی می‌تواند به تعهدات یاد شده جامعه عمل بپوشاند. آقای اوباما در گفتگو با نیویورک تایمز همچنین توضیح نداد که آمریکا و متحدانش چگونه ایران را قانع خواهند کرد تا درباره فعالیت‌های مشکوک سال‌های اخیر خود در زمینه طراحی تسلیحات توضیح دهد. آقای اوباما در بخش دیگری از سخنان خود به نامه‌نگاری با رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد. به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهوری آمریکا اعتراف کرد که هنوز نمی‌تواند در مورد نیات علی خامنه‌ای با اطمینان قضاوت کند و اضافه کرد درک نوشته‌های او قدری دشوار است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، نامه‌های آیت الله خامنه‌ای مملو از یادآوری مکرر آن چیزی است که او ظلم به ایران در گذشته می‌داند. به اعتقاد آقای اوباما، نوشته‌ها نشان می‌دهند که رهبر جمهوری اسلامی
برای رسیدن به توافق به مذاکره کنندگان ایرانی آزادی عمل داده است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال امیدوار است که توافق هسته‌ای سبب شود در ایران چهره‌های میان روتر ابتکار عمل را به دست بگیرند، اگرچه چندان روی این موضوع حساب نمی‌کند. وی اضافه کرد: چه کسی می‌داند، شاید ایران تغییر کند. به نظر آقای اوباما اگر ایران تغییر نکند هم ایالات متحده آماده ترین کشور برای واکنش قاطع به هر شرایطی باقی خواهد ماند. آقای اوباما در گفتگو با نیویورک تایمز دکترین خود را این چنین توصیف کرد: اصل این است که ما خواستار تعامل هستیم، البته همه قابلیت های من را حفظ می کنیم و من همواره با صراحت کامل گفتم که ایران در زمان ریاست جمهوری من به تسلیحات اتمی دست نخواهد یافت و به نظرم آنان، یعنی ایران، باید متوجه باشد که ما به آنچه میگوییم معتقدیم. من در این حال امیدوارم که بتوانیم توافق دیپلماتیک را به سرانجام برسانیم و اینکه این توافق دریچه‌ای به فصل جدید مناسبات ایران و آمریکا باشد. در تحولی دیگر، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرحی را به بحث خواهد گذاشت که بر اساس آن بیانیه لوزان درباره توافق بر سر برنامه اتمی ایران بازبینی خواهد شد. سناتور جمهوری خواه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، چارچوب توافق شده با ایران در لوزان را محکوم نکرده، اما گفته است که کمیته تحت نظر او کمتر از 10 روز دیگر طرح بازبینی توافق نهایی با ایران را به بحث خواهد گذاشت. سناتور کورکر تفاهم لوزان را رد نکرده، اما در مورد بخش‌های مربوط به بازرسی‌ها و روایات متفاوتی که دولت‌های آمریکا و ایران در مورد نکات مورد توافق ارائه کردند، ابراز نگرانی کرده است. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روز 13 فروردین با صدور بیانیه مشترک از رسیدن به تفاهمی خبر دادند که به گفته آنها می‌تواند زمینه‌ساز توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا کمتر از 3 ماه دیگر، یعنی 9 تیر ماه شود. هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس از حرکت تیم مذاکره کننده حمایت می‌کند، گفت بیانیه لوزان نشانه خوبی در خصوص حل مسئله هسته‌ای است. آقای لاریجانی دورنمای تلاش‌های دولت در مسئله هسته‌ای را مثبت ارزیابی کرد و گفت مسیر طی شده امیدوار کننده بود و مردم ما خوشحال هستند که مسیر روشنی به وجود آمده است. خبرهایی که به طور پراکنده از جلسه علنی صبح امروز مجلس ایران منتشر شده است، نشان دهنده حمایت مجلس ایران از بیانیه لوزان است. نمایندگان به خبرگزاری‌ها گفتند که کلیت مجلس از سخنان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، استقبال کرده و برخی از تندروهای منتقد گفتند که از توضیحات داده شده قانع شدند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، درباره جلسه غیرعلنی صبح امروز گفت برای رفع نگرانی‌های نمایندگان به مدت 2 ساعت با حضور وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی، روند مذاکرات هسته‌ای و وضعیت فنی مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در خبری دیگر، جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد، در مجلس گفته است توضیحاتی که وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی در مورد لغو تحریم‌ها و نحوه نظارت آژانس ارائه کرد برای ما قابل قبول است، اما این توضیحات حتما باید در چارچوب فکت شیت ایران که در روزهای آینده منتشر می‌شود آورده شود. آقای کریمی قدوسی از نمایندگان تندرو است که روز یکشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی به درگیری لفظی با آقای ظریف پرداخت. محمد سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر، خبر داد برخی از نمایندگان تندرو در جلسه غیرعلنی صبح امروز به سخنان آقای ظریف اعتراض کردند که با نکوهش اکثریت مجلس روبرو شدند. در خبری دیگر، در همین زمینه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از آمادگی مجلس برای تصویب پذیرش پروتکل الحاقی سخن گفته است. بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران گفت
با توجه به اینکه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از طرف دولت در حال انجام است، بر اساس سخنان وزیر امور خارجه، در صورت صلاح دید، تصویب این پروتکل در مجلس انجام خواهد شد. به گفته این نماینده و به نقل از وزیر امور خارجه، بازدیدها از تأسیسات هسته‌ای کشور در قالب پروتکل الحاقی انجام خواهد شد، نه فراتر از آن. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه لوزان گفت دغدغه نمایندگان اجرای دقیق تفاهمات انجام شده در سوئیس از جمله ادامه انجام غنی‌سازی در خاک جمهوری اسلامی ایران، چرخش سانتریفیوژها، ادامه یافتن فعالیت آب سنگین عراق و توسعه یافتن بخش تحقیقات و توسعه در تأسیسات هسته‌ای کشور بود و توضیحات وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی به این دغدغه ها پاسخ گفت. پیش از این علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش به تفاهم هسته‌ای لوزان گفته بود نظرات متفاوت در این زمینه در مجلس فراوان است و به نظر می رسد راه همواری برای تصویب پروتکل الحاقی در مجلس وجود ندارد. همزمان با حمایت مجلس از موضع تیم مذاکره کننده ایران در لوزان، روزنامه کیهان به انتقادهای خود از نتایج مذاکرات لوزان ادامه داده است. کیهان ابراز خوشبینی درباره نتیجه مذاکرات را مورد انتقاد قرار داده است. روزنامه کیهان در یادداشت خود نوشته است نگاهی به ادبیات و اظهارات طرف مقابل درباره مسائلی همچون لزوم تغییر رفتار ایران، تهدید به روی میز بودن همه گزینه‌ها و غیره به خوبی نشان می‌دهد این قصه سر دراز دارد و این گزافه‌گویی‌ها و تبریک‌ها عجولانه و محل تأمل است. به دنبال انتشار اخباری مبنی بر تجاوز به دو زائر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و روایت‌های متفاوتی که از جزئیات این حادثه در رسانه‌ها منتشر شد، شماری از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری برخورد با ماموران عربستانی توسط حسن روحانی شدند. عده‌ای نیز لغو موقت حج عمره را خواستند. با این حال میان روها می‌کوشند از دامنه تنش بر سر این مسئله بکاهند. در حالی که نمایندگان مخالف دولت در مجلس طرحی برای توقف اعزام زائران حج عمره را مطرح کردند، میانه‌روها می‌کوشند از دامنه تنش بر سر مسئله اهانت به دو نوجوان ایرانی در جده بکاهند. صبح امروز معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه از شناسایی و بازداشت عاملان تعرض به دو نوجوان عمره‌گذار ایرانی خبر داد. حسین امیر عبداللهیان گفت با پیگیری‌های فشرده صورت گرفته، یک مقام عالی رتبه سعودی چهارشنبه شب در دیدار سفیر کشورمان در ریاض اعلام کرد عاملان تعرض به دو نوجوان عمره‌گذار ایرانی شناسایی و بازداشت شدند و به اشد مجازات خواهند رسید. معاون وزارت امور خارجه گفته است در انتظار صدور و اجرای فوری حکم اشد مجازات برای عاملان این رفتار هستیم. توضیحات وزارت امور خارجه ایران در حالی ابراز شده است که صبح امروز انتشار اخباری مبنی بر جلوگیری عربستان سعودی از فرود یک هواپیمای زائران ایران در خاک این کشور منتشر شد. به گزارش تابناک، حدود 300 زائر عمره که ساعتی پیش اصفهان را به مقصد جده با پرواز شماره 1516 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ترک کرده بود، با ممانعت هواپیمایی عربستان به اصفهان بازگشتند و در بلا تکلیفی به سر می‌برند. یکی از مسئولان فرودگاه اصفهان در این باره گفته است پس از آنکه سازمان هواپیمایی کشور عربستان از ورود هواپیمای ایرانی ممانعت به عمل آورد، هواپیمای زائران ایرانی به فرودگاه اصفهان بازگشت و رایزنی هایی برای انجام آن آغاز شد که تا این لحظه از نتیجه آن اطلاعی نداریم. ساعتی پس از انتشار این خبر، مقام‌های حج و زیارت ایران اعلام کردند که اجازه ندادن به هواپیمای ایرانی دلایل فنی داشته است. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص علت ممانعت عربستانی‌ها از ورود پرواز زائران اصفهانی گفت سازمان هواپیمایی کشور عربستان اعلام کرده است به هواپیمایی که استاندارد اتحادیه اروپا را نداشته باشند اجازه فرود در فرودگاه عربستان را نمی‌دهد.
آقای اوهدی گفته است زائران این پرواز امروز با برنامه ریزی انجام شده به وسیله یک هواپیمای دیگر مجدداً به سرزمین وحی اعزام می شوند. روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس ایران به دنبال جمع‌آوری امضا برای طرح یک فوریتی لغو سفر حج و عمره تا اطلاع ثانوی بودند. محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه حادثه فرودگاه جده عربستان در مجلس بررسی شد، اعلام کرد پیشنهادی که در کمیسیون امنیت مطرح شد این بود که به سازمان حج و زیارت پیشنهاد کنیم سفر حج عمره تا اطلاع ثانوی متوقف شود. در واکنشی دیگر به این ماجرا صبح امروز یکی از مقام‌های پیشین ایرانی در یادداشتی در روزنامه شرق از پیشنهاد لغو سفر عمره در مجلس انتقاد کرد. صباح زنگن سفیر پیشین ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی در سرمقاله شرق نوشته است پیشنهاد توقف سفر عمره مفرده نیز موضوعی است که دارای ابعاد گسترده است. آقای زنگنه همچنین نوشته است به نظر می‌رسد مسئولان ایرانی در سازمان‌های مرتبط حتماً باید دقیق‌تر و هوشیارتر به این مسئله ورود کرده و نوع آموزش‌های پیش از اعزام به حج و سطح حمایت از اتباع و زائران ایرانی را افزایش دهند. گفته می شود که به علت تخلف بعضی از زائران و همراه داشتن مواد مخدر از زائران مشکوک جستجوی بدنی می شود و گاه نیز با اکس‌ری از بدن آنها عکس برداری می شود و همین امر اعتراض دو نوجوان ایرانی را در هفته گذشته به دنبال داشته است. بزرگنمایی سایت‌های وابسته به سپاه در این باره مسئولان رژیم را وادار کرد با دادن شبه توضیحاتی ادعای این سایت‌ها را تکذیب کنند. استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر بار دیگر شاهد درگیری‌های میان نیروهای نظامی و انتظامی ایران و نیروهای وابسته به جیش العدل بود. مقامات جمهوری اسلامی از اتخاذ تدابیر تازه امنیتی در استان مرزی سیستان و بلوچستان خبر دادند. دولت ایران از اتخاذ تدابیر تازه امنیتی در استان مرزی سیستان و بلوچستان خبر داده است. استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های میان نیروهای نظامی و انتظامی ایران و نیروهای وابسته به جیش العدل بوده است. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از ایجاد 6 منطقه انتظامی جدید در استان خبر داده و گفته است تا کنون در 8 شهرستان نیز اداره اطلاعات ایجاد و فعال شده است. وی از توسعه ساختارهای امنیتی استان خبر داد و گفت در حوزه مرز به دنبال تدوین طرح جامع مرزی هستیم که این طرح به زودی تدوین و اجرایی می شود. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اطلاعات را رکن اصلی امنیت دانست و گفت در حوزه امنیت برآوردها و اطلاعات باید به روز باشد چرا که بدون این مهم امنیت در منطقه تأمین نخواهد شد. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در زمینه طرد اتباع بیگانه از استان نیز گفت در سال گذشته 230 هزار تبعه بیگانه از استان طرد و میانگین ماهانه 20 هزار تبعه خارجی نیز دستگیر شدند. ساماندهی اتباع بیگانه نیز در برنامه‌های آتی استان قرار دارد. این مسئول مقابله با پدیده اعتیاد و مواد مخدر و قاچاق کالا را مقابله فرهنگی و طولانی مدت دانست و افزود در کنار مبارزه سخت با باندهای مواد مخدر و قاچاقچیان به لحاظ فرهنگی نیز باید جامعه را نسبت به تأثیر مخرب این گونه تحرکات هوشیار کرد. آقای میرشکاری همچنین محمد خالدی را به عنوان مدیر کل جدید امنیتی و انتظامی استان معرفی کرده است. دو روز پیش پس از آنکه خبر رسید افراد مسلح در جنوب شرقی ایران در نزدیکی مرز پاکستان 8 نفر از مرزبانان ایرانی را کشته‌اند، گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت حمله به این مرزبانان را بر عهده گرفت. جیش العدل در مطلبی که روز سه‌شنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد نوشت که 2 خودروی مرزبانان ایرانی در منطقه نگور در کمین گردان عبدالملک ملازاده گرفتار شده و در جریان آن 8 تن از ماموران مرزبانی کشته شده‌اند.
گروه جیش العدل زمان حمله به ماموران مرزبانی ایران را دوشنبه شب اعلام کرده و مدعی شده است که در جریان این عملیات هیچ آسیبی به اعضای این گروه وارد نشده است. این در حالی است که احمد علی محبتی فرماندار چابهار به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که در این حمله ماموران مرزبانی نیز با حمله کنندگان درگیر شدند که تعدادی از حمله کننده ها نیز کشته شده و تعدادی زخمی شدند. بنابر گزارش ها نیروهای مرزبانی ایران در منطقه نگور در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلحی که از داخل خاک پاکستان وارد مرزهای ایران شده بودند درگیر شده بودند. در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که در گزارشش نگاهی دارد به سفر اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران. اگر تضاد ایران و ترکیه در خصوص رویدادهای خاورمیانه موجب تنش لفظی میان مقامات دو کشور شد، اما یک عامل مهم در این میان وجود داشت که باعث می‌شد یا دو کشور از این اختلافات سیاسی چشم‌پوشی کنند یا دست کم آستانه تحمل خودشون رو در این رابطه بالا ببرن. این فاکتور مهم جذابیت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور برای هم بود، تا آنجا که هم جمهوری اسلامی میتونست ظاهراً از گفته‌های تند اردوغان چشم‌پوشی کنه و هم آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از بازگشت از ایران لحنش رو در مورد تحولات خاورمیانه به ویژه یمن تا حدود زیادی تلطیف بکنه. حتی به وضوح شبکه دولتی ترکیه هم به این موضوع اشاره میکنه و صراحتا میگه که مناسبات اقتصادی بر اختلافات سیاسی برتری دارن و این مناسبات اقتصادی مانع تنش در روابط دو کشور خواهد شد. اردوغان هم پس از بازگشت از سفر تهران در فرودگاه آنکارا لحن متفاوت تری از دو هفته پیش خودش داشت. او با اشاره به مشکلات جهان اسلام به خبرنگاران میگفت که امروز مسئله ما مسئله شیعه و سنی نیست، بلکه جهان اسلام هستش. و این بار بدون اشاره به دخالت ایران در حوزه یمن گفت که ایران، ترکیه و عربستان باید به عنوان میانجی گروه‌های مختلف یمنی رو برای پایان خونریزی‌ها دور هم جمع بکنن. همزمان حسن روحانی در تهران خواستار توقف خشونت‌ها در یمن شد. اما مناسبات اقتصادی دو کشور چه پتانسیلی داره که این اندازه میتونه تنش‌های سیاسی رو دست کم به صورت موقت به حاشیه ببره؟ باید گفت که مبادلات تجاری دو کشور در حال حاضر 14 میلیارد دلار هستش. ایران با 10 میلیارد دلار صادرات به ترکیه البته دست بالا رو داره، اما فراموش نکنیم که بخش اعظم این صادرات رو نفت و گاز تشکیل میده. اگرچه بسیاری نرمش ترکیه در برابر ایران رو ناشی از نیاز این کشور به گاز ایران میدونن، اما باید گفت که واقعیت تنها در این موضوع خلاصه نمیشه، چرا که همین الان روسیه آماده فروش گاز بیشتر به ترکیه، آن هم به قیمت بسیار کمتر ازش. آنچه دو کشور ایران و ترکیه در شرایط کنونی مد نظر دارن افزایش مبادلات تجاری دو کشور تا سقف 30 میلیارد دلار هستش. در سفر اخیر آقای اردوغان به تهران هم 8 تفاهم‌نامه جدید در این رابطه امضا شد تا دو کشور تأکیدی داشته باشن بر این موضوع. به نظر میرسه هدف ترکیه در این راستا رسیدن به موازنه در بخش تجارت با ایران هستش. تفاهم ژنو و لغو احتمالی تحریم‌ها هم میتونه برای ترکیه خوشایند باشه. جدا از آن، ایجاد یک کریدور تجاری از بنادر جنوبی ایران تا قلب اروپای مرکزی قطعا در فضای بدور از این تحریم‌ها دو کشور به ویژه ترکیه رو منتفع خواهد کرد. اما جدا از این موارد، روزنامه حریت این هفته در تحلیل سفر اردوغان به تهران نوشته که به دنبال بحران در عراق و سوریه و همینطور تنش در روابط ترکیه و مصر که موجب بسته شدن مسیر ترانزیتی کالاهای ترک به خاورمیانه شده، ترکیه به دنبال ایجاد یک مسیر جدید در ایران هستش. به همین دلیل به باور این روزنامه این سفر از این منظر هم دارای اهمیت هستش. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا هفته دیگر که با شما خواهم بود، خدا نگهدار.